بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال و با درود و سلام به محضر پیامبر نازنین اسلام و اهل بیت عصمت و طاهرین ایشان و تقدیم سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، هموطنان نازنین و فارسی زبانهای محترم هر جایی که هستید، با برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی همراه شما خوبان هست. خب امروز که گذشت 25 نوامبر بود، روز جهانی منع خشونت علیه زنان. این مناسبت است که در تقویم جهانی ثبت شده و هر ساله این روز گرامی داشته میشه. خشونت علیه زنان مسئله جهانی است و متاسفانه هیچ کشور و فرهنگی در دنیا وجود نداره که در آنها زنها کاملا از خشونت در امان باشه. در دنیا طبق آمارها از هر 3 زن متاسفانه 1 زن در معرض خشونت هست. به همین خاطر و خاطر کاستن از تبعیضها و خشونتهایی که در حق نیمی از جمعیت جهان، یعنی زنها و بانوان، در حال انجام هست، کوشش‌های صورت گرفته و مخصوصا از دهه‌های آخر قرن 20 فعالیت‌ها بیشتر رسمی‌تر شد و جدی‌تر شد و در 30 دسامبر 1993 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر کرد و در 17 اکتبر 1999 این روز، یعنی 25 نوامبر، به صورت رسمی روز جهانی منع یا رفع خشونت علیه زنان نامگذاری شد، با هدف ای که در سطح جهان دولت‌ها و نهادها موظف شوند برای کاستن از این مشکل و تا محو خشونت علیه زنان گام‌های مؤثر برداشته شود، قوانین اجرایی و مفید تصویب و اجرایی شود. ما این روز، این مناسبت برای ما مهم هست، چرا که در افغانستان متاسفانه زنان ما و بانوان ما از این منظر بسیار بسیار وضع نامطلوبی دارن. انواع و اقسام خشونت متاسفانه در جامعه اسلامی و مخصوصا در جامعه افغانستان، بعضی هاش حتی به نام دین علیه زنان صورت میگیره و این فرصت ما مختنم شمردیم، دو تا کارشناس دعوت کردیم در این برنامه، به صورت ویژه‌نامه این برنامه تقدیم شما میشه. اجازه بدید که من کارشناس ها را خدمت شما معرفی کنم و سلام علیک صورت بگیره تا بحث شروع کنیم. از خانم دکتر بیانی شروع میکنم. خانم دکتر بیانی پژوهشگر حوزه کلام اسلامی و مسائل زنان و استاد دانشگاه هستند. سلام علیکم، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه به وقتی بیداری. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم برنامه به وقتی بیداری و همینطور همه بینندگان برنامه. امیدوار هستیم که یک برنامه خوب، یک بحث خوب در خدمت شما باشیم. بسیار سپاسگزار هستیم. خدمت جناب آقای دکتر محمد کاظم توکلی هستیم، پژوهشگر حوزه فلسفه اخلاق و حقوق و استاد دانشگاه. بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه با وقت بیداری. سلام علیکی با مخاطبان گرامی شبکه، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و صحبه المتجبین. سلام عرض میکنم خدمت جناب حیدری عزیز، مجری گرامی و تمامند برنامه، جناب خانم دکتر بیانی صاحب و بینندگان و شنوندگان عزیز، هموطن و فارسی زبانهای کل جهان در ایران، تاجیکستان، اروپا
هر کسی که صدا و تصویر ما داره سلام و تحیات مخصوص خدمت همشون داره و خوشحالیم که در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. سپاسگزارم. خب اگر اجازه بدهید که بحث با خانم دکتر بیانی شروع کنیم. خانم دکتر بیانی، در هر بحثی باید اول آنچه که موضوع بحث هست و اصطلاحات اصلی بحث باید واضح شود و به همین خاطر شما اگر برای ما و بینندگان ما بفرمایید خشونت علیه زنان، این سه کلمه ای که تشکیل شده خشونت علیه زنان، اولا به چی مفهوم است؟ بله، اجازه بدید توضیح این سوال شما را با یک مثال ارائه کنم. ما یک نفر به من پیغام و مسیج من در تلگرام و گفت که از یک وضعیتی برای ما گزارش داد و گفت که در یک صنفی که صنف دختر او بود، صنف نهم دختر او بود که شاید یک سال و نیم باشه که به مکتب نمیرن دخترم، از یک صنف 40 نفره در حال حاضر 36 نفر از او دختر رو ازدواج کردن. یعنی اون صنف وقتی که تعطیل شد 40 نفر بود، درست، اما حالی 4 نفر است و میگفت که حالی دختر من هم مونده که چیکار بکنه. این وضعیت یعنی قرار گرفتن یک شرایطی رو ما ایجاد کنیم در جامعه. حالا ما که میگیم یعنی کسی که قدرت داره، زور داره، میتونه که مؤثر باشه. بله. یک وضعیت رو ایجاد کنیم که دیگران را تحت اجبار بگذاریم. حالا اگر که این تحت اجبار گذاشتن مربوط به جنسیت افراد باشه، یعنی به خاطر زن بودن اتفاق رخ بدن، بله، یا ای که میتونم بگیم که اما افرادی که در معرض انتخاب، حالا انتخاب که بگیم یعنی انتخاب اونها از بین مره، در معرض یعنی اجبار قرار میگیرن اگر زنان باشن، بله، این میشه خشونت علیه زنان. دخترانی که باید به مکتب مرفتند، آینده اونها، نگاه اونها، هدف اونهایی بود که مکتب لااقل تمام کنن، یک فرد مؤثر در خانه، در اجتماع باشن و بتونن که بهره‌ای که یک انسان میتونه که زندگی داشته باشه یا یک زن میتونه که داشته باشه در وقت خود، در وقت مناسب او را ببره، مجبور میشن که چون رای چاره دیگه ندارن، یک آینده مبهم بر اونها ترسیم شده و به خاطر شرایط اجتماعی که دیگران، یعنی افرادی که صاحب قدرت هستن، صاحب قدرت میتونه هر فردی باشه، میتونه یک مرد دیگه یا حتی یک زن دیگه باشه، یا اینکه یک حاکمیت باشه، او را قرار میدن. پس اینجا ما میگیم که خشونت، خشونت وابسته به جنسیت رخ داده که در اینجا جنسیت، بله، زنان هست. بله، بله. بنابراین پس اگر که چنین موارد را ما ببینیم، میگیم که اینها میتونن مصداق خشونت علیه زنان باشن. اگر که یک نفر به خاطر زن بودن منع تحصیل شونه، اگر که یک نفر به خاطر زن بودن اجبارا ازدواج کنه، یا ای که نه از ازدواج خارج شوه، یعنی به خاطر ای که خانواده او، جامعه او یا افراد دیگه که میتونن که دخالت کنند او را مجبور به ترک یک ازدواج کنند، این هم میتونه مصداق خشونت علیه زنان باشه. بله، خب بسیار سپاسگزار هستیم. اجازه بدید که نظر جناب دکتر توکلی را هم بشنوید. بله جناب دکتر، در تعریفی که از خشونت علیه زنان گفته شده، اگر بخواییم یک تعریف جامعی بدیم، بله، واقع خشونت اعمال قدرت اجباری و علی رغم میل مخاطب هست در راستای سلب آزادی‌های مشروع انسانی و آزادی‌های مشروع دینی که شخص داره و از نظر انسانی و از نظر دینی آزادی‌ها در بعد مشروع هست، مجاز هست، قابل قبول هست و جامعه‌ای که این فرد در اون زندگی میکنه با توجه به اصول اخلاقی که داره، اگر قاطبه جامعه این اعمال قدرت در راستای سلب آزادی و اختیار خشونت تلقی بکنن، این در واقع میشه مصداق خشونت. بله. و خلاصه این هست که هرگاه ما
انسانیت یک انسان از اون سلب کنیم، چون انسانیت یک انسان به آزاد بودن ماست. شما اگر آزادی را از انسان بگیرین، البته آزادی در چارچوب قانون و هر قانونی نسبت به هر فردی و در هر جامعه متناسب با هر فرهنگی از خودش تعریفی داره. درست. اگر ما آزادی های مشروع و مقبول انسانی و اسلامی او کارا خوب جامعه ما جامعه مسلمان است. بله. از شخص بگیریم و این سلب آزادی علارغم میل به اراده او باشه و به نحوی باشه که ما او از حالت انسان بودن خارج بکنیم، تبدیل میشه به یک شیء و در واقع مسخ بشه، قیافه قیافه انسان باشه اما اراده انسانی نداشته باشه و نتونه تغییرات در واقع آگاهانه و ارادی و خود مختار در زندگی خودش در راستای رسیدن به اون سعادتی که جزء مفکوره اون هست داشته باشه، این ازش تعبیر میکنیم به خشونت. و چون بحث ما در ارتباط با زنان هست با مناسبت 25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت هست، لزوماً این خشونت از ناحیه یک نیروی مقتدر بر علیه یک نیروی کمتوان و فرودست طبیعتاً کسی که فرودست و ناتوان هست این نمیتونه نسبت به کسی که قدرت مافوق او هست خشونت ببرسه. خشونت همیشه از ناحیه یک قدرت فائده است. درست. قدرت فائده میتونه همسر او باشه، میتونه یک رئیس قبیله باشه، میتونه از ناحیه مدرسه یا از ناحیه نهادهای اجتماعی و حاکمیتی باشه. صحیح. هر فرد، نهاد یا مجموعه ای که از قدرت خودش سوء استفاده بکنه در جهت سلب آزادی های مشروع انسانی و دینی و اراده انسانی از دیگران مخصوصا از زنان سلب بکنه و به راه انتخاب از اونها بگیره در چارچوب قانون یک چنین کاری در واقع مثال خشونت هست و قطعا از نظر عقلی و انسانی و از نظر دینی همه ادیان مخصوصا ادیان ابراهیمی و من تأکید دارم از نظر دین مسیحیت، یهود و مخصوصا اسلام مردود هست، چون اسلام معتقد به این هست که انسان آزاد آفریده شده، کرامت انسانی داره و اگر این کرامت انسانی را دون سرد بکنیم بله. در واقع انسانی باقی نمیمونه. مصداقش میتونه معنی تحصیل باشه، میتونه مصادیق دیگه داشته باشه که حالا به بحث مصادیق که رسیدیم به خدمت شما مصادیق رو عرض میکنم. بسیار سپاسگزار هستیم. انشالله که بعد از یک وقفه بحث انشالله و گفتگو رو ادامه خواهیم داد. از شما بینندگان عزیز و گرامی دعوت میکنم که یک میان برنامه را تماشا کنید و دوباره برمیگردیم خدمت شما ادامه این گفتگو. سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و گرامی، مخصوصا شما بینندگان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستید و ممکنه تلویزیون جهانی هادی را روشن کرده باشید و بیننده به وقت بیداری باشید. امشب این برنامه به صورت ویژه تقدیم شما میشه به مناسبت 25 نوامبر که روز جهانی منع خشونت علیه زنان است و ما در خدمت دو تا کارشناس بسیار بسیار بزرگوار هستیم. اجازه بدید قبل از اینکه بحث ادامه بدیم ما پول ارتباطی شبکه با شما خوبان عرض کنم، مثبت 964 780 255 40 13. بله یادتان و در دفترچه های مخاطب تلفنتان ذخیره کردید، از این طریق با ما مرتبط شوید درباره برنامه های تلویزیون جهانی هادی و مخصوصا موضوع امشب گفتگوی ما بسیار بسیار مشتاق هستیم که دیدگاه شما را بشنویم و با ما سهیم سازید. اجازه بدید که
خدمت دکتر خانم دکتر بیانی برگردیم و بحث را شروع کنیم. خانم دکتر بیانی، در زمینه خشونت علیه زنان قطعا یک سری علل وجود داره، یک سری پس زمینه ها و بسترهای وجود داره. با توجه به اینکه ما میخواییم بحث متمرکز کنیم بر جامعه خود ما که جامعه افغانستان باشه و دیگر جاهای دنیا خودشان غمخوار داره، ما غم خود بخوریم و گلیم خود از آب در بیاریم به اصطلاح معروف، در افغانستان چی مسائلی باعث شده که خشونت علیه زنان به وجود بیاد و چی بسترهایی وجود داره برای ادامه این خشونت و تقویت و شدت گرفتن این خشونت؟ بله، ببینید این وضعیتی که زن افغان در او قرار گرفته متأثر از عوامل زیادی است، ولی او چیزی که بسیار پررنگ است و ما میبینیم که خصوصا در این یک سال و نیم اخیر میبینیم که دوستان ما از کابل، از هرات، مزار و شهرهای دیگه درباره او صحبت میکنند و در واقع یک وضعیت به چالش میکشند. چی است؟ او است که میگن که یک سنت هایی در افغانستان وجود دارن یا در بین برخی از مردم افغانستان وجود دارن که در او سنت زن زیر دست است، زن طبقه پایین است، زن کسی است که باید، او نمیفهمه، او چون آگاهی نداره، چون که توانایی نداره، چون نمیتونه که مسئولیت یک خانه، یک ملک و یک شرایطی را بر عهده بگیره، او باید توسط یک نفر دیگه که او خلزومن مرد خانه است باید که مدیریت شوه، باید که زندگی او پیش برن. خب این سنت ها نمونه او را ما داری دیدیم که مثلا یک نوع خاصی از پوشش را میخواستن که بر کل افغانستان و بر زنان کل افغانستان اعمال کنن، در حالی که نگاه فقهی است که یک حد مشخصی برای پوشش، برای حجاب مشخص کرده. مردم ما هم که مسلمان هستن او را در سالهای سال رعایت میکردن. مادر ما، مادر کلان ما و زنهای دیگه فامیل ما تماماً پوشش مورد نظر فقه رعایت میکردن. اما حالا میگن که چطور میشه که پوشش ما در گذشته براحتی به چالش کشیده میشه با یک پوشش سنتی یک قبیله که او هم پوشش افغانی نیست، بس کشورهای دیگه وارد افغانستان شده. همین مثال شما میتونید که بسیار تعمیم بدید برای که حالا یک زن میتونه تحصیل کنه یا نه، سنت قبیله باید که نظر بده. یک زن میخواهی که ازدواج کنه، سنت قبیله باید نظر بده. یک زن میخواهی که از یک شهر به شهر دیگه مسافرت کنه، چیزی که ما در عصر صدر اسلام هم میدیدیم برای زنان جایز بود و انجام میدادن. یک زن میخواهی که تجارت کنه، یک زن میخواهی که در اجتماع حضور داشته باشه. اینها تمام سوالات باید قبیله، یک سنتی که وجود داره در بعضی مناطق افغانستان، این سوالات اونها باید اجازه بدن، باید در او قبیله حل شود و باز اعمال شود بر زنان دیگر. ما فکر میکنم که یک عامل جدی که در افغانستان و در بین زنان و باز خصوصا در بین زنان مسلمان فعلا سوال ایجاد کرده است که چطور میشه که براحتی یک سنت میتونه که فهم دینی ما را دچار خدشه کنه یا با او مقابله کنه. فهم دینی ما است که نظر مجتهد ما را انجام میدیم. وقتی به در فقه هست یا در حقوق خانواده هست یا در هر جا هست. چطور میشه که ما آلی امی فهم خود به عنوان یک زن از اسلام که داریم، از دین که داریم، باید که کنار بگذاریم و تن بدیم به سنت قبیله. این سنت بسیار بسیار ریشه دار است. من میگم که شاید در بین افغانستان جزء کشورهای معدود باشه که در او خشونت ساختاری هم برای وجود داره. یک بار است که یک زن برای خشونت میشه، ما میگیم موردی است. یک زن در خانه یا در جامعه، اما وقتی که میلیون ها دانش آموز به خاطر زن بودن، به خاطر دختر بودن منع تحصیل میشن، ما میگیم که این نمیتونه موردی باشن. یک ساختار وجود داره که در اون ساختار، اون ساختار اجتماعی که در اون افراد زیادی دخالت دارن، حضور دارن و میخواین که اون ساختار بر ما تطبیق کنن. این ساختار در افغانستان وجود داره. ما قبلا گمان میکردم که شاید که بخشی از این ساختار دچار خلل شده باشه، شاید که ما از اون ساختار خارج شده باشیم. اما وقتی میبینم که براحتی دوباره نسبت به زنان و این ما میگم نسبت به زنان به خاطر که امیال مکاتب پسرانه باز است، اونها میتونند که به مدرسه، به مکتب حضور داشته باشند. امیال پسران ما میتونند در دانشگاه تمام رشته ها در تمام مکاتب، بله، در تمام مکاتب. اما دختری که در سنف 6 است
اون وقتی که وارد نوجوانی میشه، وقتی که میخواد که به عنوان یک انسان شناخته شه، همچنان که آقای دکتر فرمودن، میخواد که اراده انسانی خود خود را بفهمه و تأثیر او را بر جامعه ببینه، در اون زمان محدود میشه. پس بنابراین فکر میکنم که سنت هایی که وجود دارن، برخی از سنت ها خوب هستن، من نمیگم تمام سنت های افغانی سنت های بد است، اما حمایتگری که میتونه که در سنت افغانی از یک زن شوه بسیار خوب است. ما رو باید که حتما حفظ کنیم برای آیندگان، از جایی که میریم ایره به عنوان یک داشته عزیز. یک زن بله یک داشته مثبت بله او را داشته باشیم، اما همزمان سنتی که باعث محدودیت شدید زنان باشه، خب اسلام چی میگه؟ اسلام میگه که چیزی که قابل پذیرش عقل است، قابل پذیرش انسان ها است، با اون فطرت الهی که دارن تایید میکنن بله. او سنتی که او سنت هیچ رایی در اسلام نداشته باشه، کرامت یک انسان را خدشدار بکنه و رد میکنه. پس ما هم میگیم که او سنتی که باعث محدودیت، باعث خشونت، او باید که از افغانستان رای او چی است؟ خب میتونیم حالا برای کارها انشالله میرسیم. پس بنابراین من فکر میکنم که مهمترین عامل خشونت علیه زنان هم سنت در افغانستان هستن. سنت های غلط هست. بسیار سپاسگزار هستم خانم دکتر بیانی، اجازه بدهید که برگردیم خدمت دکتر توکلی صاحب. جناب دکتر توکلی، خانم بیانی در بحث عوامل و زمینه های خشونت علیه زنان در افغانستان روی سنت انگشت گذاشتند، تا جایی که سنت عامل بدفهمی دین هم شمردن. سنت های قبیله، سنت های منطقه‌ای در افغانستان وجود داره، باعث فهمی بدفهمی از دین شده و حتی به نام دین هم ممکن است خشونت های علیه زنان روا داشته شود. در کنار سنت، حالا شما این رو نظرتون در این باره بفرمایید برامون، در کنار سنت دیگه چه عواملی هست که خشونت علیه زنان در جامعه ما را دوش دامن میزن؟ بله، من خوش دارم که این سوال شما با یکی از آیات قرآن جواب بدم. فکر میکنم خیلی مناسبت داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. من خیلی خوش دارم که ترجمه روانی بکنم ای آیه شریفه که در واقع جواب فرمایش و سوال شما هست. او اینه که قرآن میگه ما در قرآن به عنوان رحمت و شفا نازل کردیم برای مؤمنین و همین قرآن میتونه وسیله خسارت، وسیله ظلم، وسیله تباهی، وسیله اجحاف، بی‌عدالتی و حق خوری باشه. برای کی؟ برای کسی که ظالمه. و حالا سوال اینجاست که این ظالم از نظر قرآن کی هست؟ آیه شریفه دیگه باز این ظلم رو ترجمه کرده، میگه مصداق ظلم جهله. اونجایی که داره بله میگه ظالم اینجا اینه آدم جاهل. از نظر قرآن ظالم اینه جاهل، اصلا در واقع جهل هست که باعث ظلم میشه. و آیه شریفه اینه که میگه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانت خلیفه خدا بودن به آسمان و زمین و کوها عرضه کردیم، همه ابا کردن، اجتناب کردن، نتونستن بپذیرن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، به قول حافظ قرعه فال به نام من دیوانه زدن. فهمل اهل انسان، انسان این بار امانت قبول کرد. بعد میگه انهو کان ظلوما جهولا، این انسانی که بار امانت الهی قبول کرد با صیغه مبالغه بر وزن فعول، ظلوم و جهوله. چرا؟ بله، چطور میشه این انسان ظلوم و جهول باشه؟ اکثر مفسرین شیعه و اهل سنت گفتن این انسانی که در واقع خلیفه خدا در روی زمین هست، اگر او عنصر اساسی انسانیت خور که کرامت انسانی باشه، که این کرامت هم ذاتیه و هم خدادادی هست، بله، او را اگر فراموش بکنه و این کرامت، عنصر اساسی کرامت، در واقع مهمترین بخش این کرامت آزادی اراده است.
اگر فرمایش جواب رو مختصرتر بفرمایید که این اگه از انسان بگیریم بله. این میشه ظلوم و جهول. علت ظلوم بودنش جاهل بودنه. من علت اصلی جهل جامعه میدونم. ببینید سنت به تنهایی نمیتونه در واقع مانع باشه. سنت اگر همراه با علم و آگاهی باشه میتونه ثمر بخش باشه، میتونه آزادی بخش باشه، میتونه انسانی باشه و میتونه متناسب با زمان و مقتضیات زمان باشه. هر جایی که جهل و ناآگاهی همراه باشه با نوع نگاه منحط دینی، که این نوع نگاه منحط از نظر بنده و علمای علم اخلاق نوع نگاه صرفاً فقهی و بدور از در واقع اخلاق. نگاه اخلاقی است، چون اصلا سنت حقیقت اسلام سنت اخلاق هست. علم به خدمت بگیره. ببینید الان کسی که به عنوان فردی هست که حکم میده که دختران ما به مکتب حضور نداشته باشن، او در قطر تحصیل کرده، او در عربستان تحصیل کرده، در کشورهای مختلف منطقه تحصیل کرده، آیا شما میتونید ادعا کنید که علم نداره؟ ببینید فرد سنتی، تا ببینیم علم چی هست. بله فرد علم، تعریف ما از علم چی هست؟ بله. آیا صرفا خواندن یک سری گزاره های فقهی خشک و بدون از آموزه های اخلاقی و انسانگرایانه میتونیم براش مصداق علم دینی بگذاریم؟ تکبودی بار آمدن، نگاه قشری ظاهری صرفا فقهی و صرفا قومی و قبیله ای، و مخصوصا ببخشید که من وسط حرف شما آمدم، مخصوصا این که آمخته شده با این که از بخش از دانش بشری خود محروم کردن به خاطر اینکه دانش غیر علمی باشه. دقیقاً من فکر می‌کنم که ادعا است که ما بگیم که اونها از دانش بشری خود خود محروم کردن. اتفاقاً با رویکرد کاملا ایمان گرایانه میتونن دختران محدود بسازن. میگن که ما غرب دیدیم که اونجا به هر علتی مطلوب ما نبود. بله. خب اگر که بخوایم که اسلامی و دینی باشیم چیکار باید بکنیم؟ یک راه بسیار ساده، اگر ما هم باشیم و فکر کنیم که میخواییم که فرض کنید فساد در اجتماع کم بکنیم، چه کار میکنیم؟ اولین و ساده ترین راهی است که او عاملی که گمان میکنیم عامل اما انحرافات است او را محدود میکنیم. من همینجا یک سوال دارم از شما، یک سوال نقضی دارم آقای دکتر، خواهش میکنم توکلی گرامی، این سوال مگه بو پرسم وقتی یک وقفه شده اگر اجازه بدید که بعد از وقفه همین بحث ادامه بدیم. البته من از بزرگوار قول میگیرم که همین سطح بحث و به صورت چالشی ادامه پیدا کنم، ما خودم استقبال میکنیم. پس ادامه بحث و سوال مموند. خب من این سوال شما میگم که باشه بعد از این بس که تمام شد، پس من با سوال خودم شروع میکنم. درست کاملا حق با شماست. بسیار خرسند هستیم که امشب با یک بحث چالشی مهمان شما خوبان شدیم و شما هم با مثبت 964 780 255 40 13 جایش هست که در این بحث سهم بگیرید و دیدگاه های خودتان با ما در میان بگذارید. یک درنگ بسیار کوتاه و ادامه گفتگو را باز میبینیم و میشه. خب با سلام خدمت شما خوبان، اجازه بدید که بحث شروع کنیم. قبل از اینکه یک سوال داشتم از خانم دکتر سید، تنفسی ایجاد بشه این بحثی که به صورت چالشی در اومده بود، شما بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. در جواب سوالی که ایشون فرمودن، گفتن که ای آقایان علوم دینی خواندن، درس خواندن، من عرضم اینه که ببینین شما جامعه مسلمانان شمال آفریقا در نظر بگیرین. بله. مردم تونس، مراکش یا مغرب، مردم الجزایر، لیبی، مصر، درست. یا مردم لبنان و فلسطین. بله. آیا شما اینا رو مسلمان میدونین یا مسلمان نمیدونین؟ بله. اگر بگین ما اینا رو مسلمان نمیدونیم که خب این اصلا قابل قبول نیست.
اگر بگین ما مسلمان میدونیم، خب بحث به اینجا میرسه که تعریف اونها از اسلام و از آموزه‌های اسلامی با تعریفی که ما در جامعه خود داریم از بحث حجاب و خشونت علیه زنان داریم متفاوت هست. جامعه ما یک جامعه است که 80% بی سوادن، چه زن و چه مرد، چه آمر و چه مأمور، چه حاکم و چه محکوم، سواد صرفاً سنتی قشری فقهی در واقع قدیمی دارن. اینا با مقتضیات و تناسبات انسان امروزی آشنا نیستن. و جامعه ما چرا میپذیره این خشونته؟ چون جامعه بیسواد جاهله و حقوق خودش آشنا نیست. خب اون دقیقا سوالتون را من حرف من اینه که ببینید اگر شما سوالتون این بود که چرا این خشونت ایجاد میشه، من علت اصلی ایجاد خشونت جهل جامعه میدونم. اگر زن نسبت به حقوق انسانی و اسلامی خود خو آشنا باشه، هیچ وقت خشونت اوریان و غیر اوریان نمیپذیره. در حرات خودسوزی زنان به همین عامل است. علت خودسوزی که زنها دارن اینه که نسبت به حقوق خود خو آشنا نیستن. یک نوع خشونت خودخواستی، یعنی خودی رو بر علیه خود رو خشونت اعمال میکنه. من باورم و برداشتم از بحث این هست که اینجا دو تا بزرگوار تفاهم در واقع وجود داره. خانم بیانی به یک بادی از بحث اشاره کردن که سنت‌های غلط و منحط هست که حتی فهم دینی رو هم ممکنه به انحراف بکشانه. و جناب عالی فکر کنم یک قدم پستر رو دیدید. یعنی سوال اینجاست که خب من می‌خواستم اتفاقا بپرسم که این سنت غلط از کجا پیش میاد که شما گفتید جهل. بله. بعد اینجا به نظرم مشکلی در بین این دو دیدگاه من نمیبینم. حالا اینکه بحث چالشی بشه ما استقبال میکنیم. این نکته رو من به خاطر جمع عرض کردم. باز هم اگر شما به سوال روی مصادیق خشونت خوب. یک سری حرفایی دارم خوب. اگر که نوبت خانم دکتر صاحب هست ایشون بفرمایند و بعد رو بحث مصادیق بهتر میتونیم حرف بزنیم. در قسمت عوامل و زمینه ها تا هنوز دو تا عامل مطرح شد، دو تا زمینه و عامل، یکی سنت و دیگری جهل مردم. در این اگر شما صحبت شما مانده که خوب میشنیم، اگر نه بحث در ببینین. عرض من اینه که انسان وقتی که جاهل میشه دین را هم کج میفهمه، دین به قول ما ورچپه میفهمه و دین جوری آموزه های دینی رو میفهمه که از دل این دین خشونت استخراج میکنه و یک خشونتی است که اولا نسبت به خود خود اعمال میکنه. بله. چرا؟ چون نسبت به حق انسانی خودش، نسبت به حق کرامت انسانی که خدا به او داده آگاهی نداره، لذا دست به خودسوزی میزنه. و در مقاطعی از تاریخ ما داشتیم که او زمانی که مکاتب جدید در افغانستان اعمال شده بود، کسانی به نام جنبل و جادو و سحر و به نام یکی مکاتب جدید شما سحر و جادو میکنن، وبا و تا اون به شما تزریق میشه مخالفت میکردن. عرضم اینه که خود شخص گاهی اوقات خود خور سانسور میکنه، از حقوقی که داره خود خور محروم میکنه و به دیگران اجازه میده که اونها نسبت به او خشونت اعمال بکنن. اگر ما کاری بکنیم که فهم عمومی و آگاهی عمومی جامعه خور، مخصوصا جامعه زنان خور، بیشتر ببریم بالا، لااقل اینها نسبت به حقوق اسلامی و دینی که دارن آگاه بسازیم. در راهکارها باز اینا بحث اگر این کارو بکنیم مشکل به یک جای حل میشه، بعد روی مصادیق ممکنه که به مشکل بخوره که بعد او مصادیق بسیار چالشی میشه. ممکنه من یک فهمی داشته باشم از یک مصداق و شما فهم دیگه داشته باشین، اونجا بر اساس اصول اخلاقی میتونیم با هم کنار بیاییم. بسیار عالی، بسیار استفاده کردیم از جواب پاسخ شما جناب دکتر توکلی. خب خانم دکتر بیانی گرامی، ما باز هم متمرکز شویم بر مسئله افغانستان و در واقع خشونت هایی که علیه زنان در افغانستان روا داشته میشه و از دیرباز وجود داشته و الان هم وجود داره. با توجه به اون چی که در زمینه های در سوال قبلی که عوامل و زمینه های خشونت علیه زنان بود، امروزه بارسترین و روشنترین مصادیق و اشکالی که خشونت که علیه زنان در افغانستان دامنگیر جامعه زنان و در واقع دامنگیر کل جامعه افغانستان هست،
چی مسائل و اشکال میتونه باشه؟ سطوح مختلفی خشونت میتونه داشته باشه. یک سطح او خشونت در خانه است، یعنی اگر که یک زن مجبور به کاری شود که او را نمیخواهد توسط افرادی که در خانه هستند، که میتونه همسر او باشد، پدر او باشد، برادر او باشد، که ما نمونه هایی را بسیار فراوان داریم. مثلا در امور کاملا شخصی مثل ازدواج میتونن که ممنوعیت ها و محدودیت های ایجاد کنن. ما فراوان داریم خواهرانی که میخواستن به یک نفر از مذهب دیگه ازدواج کنن یا یکی از قومیت دیگه ازدواج کنن، اما به خاطر خانواده، به خاطر اعضای خانواده نتونستن که او کار انجام بدن. درست. این میتونه سطح روانی هم داشته باشه، تحقیر و آزار و اذیتی که یک زن میتونه که در خانه شود توسط یک مرد. و من اصلا نمیتونم بفهمم که چطور یک مرد مسلمان میتونه که خشونت ها را بر زن خود، بر دختر خود روا بدارم. و با سطح بالاتر او میتونه در اجتماع باشه، ببینیم که چه خشونتی فعلا دامنگیر است. شعاری که برخی از زنان اعلام میکنند و او را پیگیر هستند، نان کار آزادی، یا اینکه تحصیل کار آزادی. ببینید یعنی دغدغه ای که لااقل بخشی از زنان داره، من نمیگم این دغدغه تمام زنان افغانستان است، اما بخشی از زنان افغانستان تحصیل، کار و آزادی. آزادی در چارچوب حالا قانون است یا عرف است یا شرع است، سر چارچوب اون میشه که گپ زد. اما ای که بتونه که یک فرد مؤثر باشه، انتخاب داشته باشه و تأثیر انتخاب خود رو ببینه، چنین چیزی را یک زن میخواد که داشته باشه، اما برای اون محدودیت هایی داریم. یک بحثی که آقای دکتر مطرح کردن، گفتن که زنان باید به حقوق خود آگاه شوند. من میگم زنان بسیار بسیار پیشتر از مردان هستند و بسیاری از اونها آگاهی نسبت به حقوقی که دین بر اونها تعیین کرده یا اینکه حقوقی که در چارچوب حقوق بشر مطرح میشه دارن. اما مسئله جدیتر برای ما اینه، اتفاقا ببخشید من همینجا یک نکته عرض کنم، شما او اقلیت درس خونده فاکولته رفته در نظر نگیرین. قاطبه بلی. زنان جامعه ما نسبت به حقوق خود خو آشنا نیستن. شما از ببخشید اگر از یک زن دهنشین دریه نشین سوال کنین که آیا دوست داری به مکتب بری، شاید خیلی از اونا بگن نه، بله، من دوست ندارم به مکتب برم. و این برای خودی و هنوز جا نافتاده این مسئله که یکی از اصلی ترین حقوق او اینه که درس بخونه، بله، با دنیای جدید، با تکنولوژی آشنا بشه و بفهمه، یک انسان آگاه باشه. نسبت به این مسئله هنوز آگاهی پیدا نکرده. یک دلیلی و شاید بعضی از آموزه‌های دینی هست که ما به غلط به خورد او دادیم و دین را مخالف با علم معرفی کردیم، در حالی که دین برای یک زن میتونه همراه با علم و آگاهی باشه، کما ای که ما در صدر اسلام داشتیم این مسئله را. لذا ما او اقلیت در نظر بله. نگیرین، شما اکثریت در نظر بله. بگیرین. بله، اکثریت عالم، معمو اقلیت بحث رو بگم باز به اکثریت هم میرسیم. او اقلیت وقتی که آگاه شدن با حقوق خود، یکی از مسئله های جدی که ما در افغانستان در بین زنان با او مواجه بودیم مسئله خودکشی، که خب نمونه بارز او خودسوزی زنان در هرات بود که بله. بسیار در هرات بیشتر بله. شده بله. بله. جاهای دیگه بسیار بیشتر خب به نحو دیگه ای بوده، اما چون در هرات بله. شدت او بسیار زیاد بوده، چون خودسوزی یک مرگ است که در او درد بسیار زیادی وجود بله. داره، شاید که کمتر شبیه مرگ وجود داشته، شاید داشت. چون در هرات رسانه ها بیشتر بودن این مسئله بله. در فضای مجازی مطرح شده، ولی در نقاط مختلف افغانستان بله. چنین مسئله هست. بله. جناب توکلی، چی در این دوران چی در زمان جمهوریت آمار آنچه که در ولایت هرات در هرات بیشتر بوده؟ بیشتر من فکر میکنم علت اینه که زنها در هرات نسبت به حقوق خو آگاه ترن، بله. دوچار یک تضاد روحی روانی میشن، بله، از طرف میفهمن که این حق دارن، از طرف میبینن که این حق از اونا گرفته شده، حق نمیتونن این حق استیفا بکنن، بله. بعد چیکار میکنن؟ دست به خودسوزی میزنن. بر صورت آقای دکتر توکلی حق دارن که از همشهریای خودشان دفاع کنن. البته این که میگیم این قضیه صرف این که در هرات یک پدیده ای رایج است، نه به این معنی خدای نخواسته ما شأن و منزلت بعضی از وطندارای خود را پایین بیاریم، بلکه درد در این منطقه شدیدتر و عمیق‌تر است و علت خوبی را به نظر بیان کردن. ببینید دقیقا همین است علت. علتی است که همراهی مردان با زنان در این زمینه وجود نداشته، چون حق باید از یک نفر گرفت. خب او زن از کی میخواد که حق رو بگیره؟ از مردی که در ساختاری رشد کرده که نمیتونه حق بده.
او حق چی است؟ ای زن بتانه که تحصیل کنه، یعنی زمانی در خارج از خانه باشه، او زن بتانه اشتغال داشته باشه، یعنی به لحاظ مالی مؤثریت داشته باشه و حق انتخاب و اختیار داشته باشه. خب آیا مرد ما، آیا کسی که در جامعه سنتی با ساختارهای مردانه رشد کرده میتونه که چنین کار رو انجام بده؟ من فکر میکنم، ببینید وقتی میگم که ببخشید به نظر شما راه حل چیه اینجا؟ چیزی که وجود داره آگاهی، جهلی که شما گفتید من میپذیرم یکی از عوامل این است که سنت ها میتونن که پایدارتر شون، اما مسئله چی است؟ فرض کنیم آگاهی بدیم، به چی افرادی باید آگاهی بدیم؟ چگونه آگاهی بدیم؟ آیا همین مسئله است برای شخص ما؟ مسئله است آیا به امو خانم دهنشینی که شما گفتید ما باید لزوماً تمام حقوق زن را برای امو بیان کنیم؟ نه، لزومی نداره که شما برین شخصا برای یک خانم دهنشین بیان بکنین. من حرف من اینه، زندگی خود خور داره، او ارزشهای خود خور داره، او بله کاملا قبوله زندگی داره. من عرض بنده رو خیلی مختصر عرض میکنم اگر توجه بفرمایید. خب همین قسم به نظرم به وارد راهکارها داریم میشیم و دقایق پایانی بحثم هست. من در حد یک جمله فقط عرض کنم، عملا وارد شدیم دیگه. بله بله بفرمایید. من فقط در حد یک بله بله شما عرض کنم. بله داریم راهکارها رو تقریبا بیان میکنیم. ببینین خشونت در یک جامعه جاهل باز تولید میشه، یعنی اینا در واقع بر ساختهای اجتماعیه، اینا هیچ گونه پایگاه و جایگاه ذاتی انسانی و دینی نداره. یک در واقع تصورات مرد سالارانه در واقع اقتدارگرایانه در یک جامعه ممکن حاکم بشه به نام دین، به نام سنت، به نام فرهنگ و به نام عنعنات. شما اگر مرد این جامعه را آگاه بکنین نسبت به حقوق خودی و نسبت به حقوق همسری و آگاه بکنین، این قطعا یعنی شناختی که در ذهن او قبلا از مرد به حقوق مرد و زن بوده، این اگه عوض بکنین این انسان عوض میشه. حرف اینه، ببینین حرف اینه که ما نتونستیم یک تعریف انسانی و اسلامی و دینی از حقوق مرد و جایگاه مرد و زن در خانواده ارائه بکنیم. شاید اون مردی هم که 400 سال فرصت بله. داشتیم که حقوق مرد رو بیان کنیم. نه، عزم اینه، ما در واقع چون جامعه مرد سالاریم حقوق متناسب، یعنی وقتی میگیم اون حقی که مرد شایستش بوده و مستلزم تضییع حق زن نباشه. مثلا ببینید مفهوم غیرت دینی بله. و غیرت ناموسی ما نتونستیم درست یک تعریف روشن و واضحی از این در واقع تعریف بسازیم بین مردم. او مردی که ازدواج میکنه و همسر جدید انتخاب میکنه، فکر میکنه اگه گوشی چادر همسری رو یک مرد بگونه ببینه، این خلاف غیرت افغانی و دینی اونه. نام یا اگه نامی رو ببینه، یا اگر یک مهمونی به خونی و میایه کفشای زن خور جمع میکنه، فکر میکنه که این کفش هم جز ناموسه. ما این درست تعریف نکردیم. اگر ما شناخت و مفکوره آدم‌ها رو عوض بکنیم و در واقع به این مرد بفهمونیم که آقا تو میتونی مردانگی خود داشته باشی، بله. مدیریت تو در خانواده دوچار چالش نمیشه، مردانگی تو از بین نمیره، ضمن این که آدم مهربانی باشی و همسر خودم از خود خورازی نگهداری، اگر این کار انجام بدی مشکل حل میشه. ما نکردیم این کار. خب جناب آقای دکتر توکلی، این آگاهی یک شبه که به وجود نمیاد. بله. توصیه انسانی هستی که خانم دکتر، توصیه انسانی مؤلفه و مقوله است که بسیار بسیار زمان بر است. بله. و در افغانستان یک دوره شروع شد و متوقف شد، باز شروع شد و متوقف شد، نه تنها متوقف شد که بسیار بسیار ما پسرفت و عقب گشت داشتیم. خب به چی صورت باشه که این آگاهی از کجا چه قسمی ایجاد شود؟ من فکر میکنم شما بفرمایید، باید نظر خانم دکتر هم و دقایق پایانی بسید. مهمترین عنصر فرهنگ در یک جامعه دینی دینه، خود دین. بله. این فرهنگ عناصر مختلفی داره، حضور پررنگی داره. بله. پررنگ ترین حضور دینه، مخصوصا در افغانستان که یک کشور 100% دینی، مردم کاملا متدینن، چه شیعه و چه اهل سنت، مظاهر دین. بله بله، ظاهر دین رعایت میکنن و ادعای ما اینه که مردم ما و حتی در واقع متولیان کارهای فرهنگی ما با عمق دین و حقیقت دین که اخلاق باشه. پیغمبر فرمود انما بایستو لوتم من مکارم الاخلاق، حقیقت اخلاق رعایت حقوق دیگران هست. با یاشنا نشدیم،
و صرفا دین در حد مظاهر دینی داشتیم. من از بحث خود خارج نشوم، فقط این نکته رو عرض کنم. ما اگه بتونیم یک باز تعریفی داشته باشیم از مفاهیم دینی، یعنی تعریف های غلط جاهلانه قشری در واقع واپسگرایی که از مفاهیم دینی داشتیم، این اگر بتونیم باز تعریف بکنیم و مرد افغانستانی و زن افغانستانی نسبت به همین آموزه‌های دینی آگاه‌تر بسازیم، مشکل تا یک جایی حل میشه. من یک نکته آخرم بگم و بعد فرمایش خانم دکتر صاحب میشنویم. ببینین حضرت علی علیه السلام، خب از نظر شیعیان امام اول هست، از نظر اهل سنت خلیفه چهارم، همه قبول دارن. ایشون در نهج البلاغه میفرمایند غیرت افراطی مرد نسبت به زن باعث فساد اخلاقی زن میشه. اگر این غیرت از حد افراط، از حد تعادل خارج بشه، خود حضرت میفرمایند الجاهل و اما فارتون او مفرط، انسان جاهل یا افراط میکنه یا تفریط میکنه، یا از این ور بم میفته یا از این ور بم میفته. ما به حد تعادل که اسلامی که امت وسط هست او نفهمیدیم. چرا نفهمیدیم؟ چون نخواستیم. اولین کار اینه که من تلنگور بزنم به خود خوبه به شما و بفهمم که من تا حال اشتباه میکردم، نه حق خود خور ادا کردم و نه حق همسر خور. بروم یک تعریف جدیدی داشته باشم از این مفاهیم دینی، فهم جدید، شناخت جدید، مفکوری جدید. بعد روابط انسانی من در داخل خونه خوب میشه، با همسرم، با فامیلم، با خانواده‌م و با همشریا. در محیط کار خودم احساس آرامش وجدان بیشتری دارم. ما این کار نکردیم. بسیار سپاسگزار هستیم جناب دکتر توکلی گرامی. چند دقیقه از برنامه باقی مونده، اجازه بدید که برنامه را همون قسمی که با خانم دکتر بیانی شروع کردیم، از بابی که حق خانم را هم رعایت کرده باشیم، رعایت کرده باشیم، نگن که اینا خود اینا رعایت نمیکنن. روز 25 نوامبر که نامگذاری شده برای یادآوری هست، رو تلنگر هست به بشریت که در نیمی از انسانیت داره در حق ظلم میشه و خشونت های علیه روا میشه با انگیزه جنسیت. به همین خاطر ما احترام میگذاریم به خانم دکتر بیانی و سپاسگزار هستیم که به برنامه به وقت بیداری شما تشریف آوردید و در این برنامه شرکت کردید. سوال آخر در واقع ادامه صحبت های جناب دکتر توکلی هستن. ایشان گفتن که باید جامعه آگاه شود. ما سوال ما این است، اونایی که متولی آگاهی جامعه است خودشان مشکل دارن، این مشکل چه قسمی حل کنیم؟ بله، من فکر میکنم که تغییر و تبدیلی که برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان باید رخ بده، علاوه بر اینکه نیاز داره که از طبقات بالادست اجتماع مثل حاکمان، مثل علما و معلمان و مدیران باشن، نیاز داره به این که از پایین دست، یعنی مردم عادی جامعه هم حرکات، یعنی تلاشی برای تغییر اتفاق بیفته. بله. و این میتونه که، چون معتقد هستم که آگاهی صرف بسیار به زنان آسیب میزنه، ما نمونه های رو بسیار زیاد دیدیم. آگاهی صرف که میگم آگاهی صرفاً زنانه از حقوق، چنین چیزی اگر باشه میتونه که آسیب زا باشه. معتقد هستم که اگر قرار است که باز تعریفی از دین به عنوان یک مؤلفه مهم در فرهنگ افغانستان، مردم افغانستان اتفاق بیفته و رخ بده، این باز تعریف شروع او میتونه از حضور زنان باشه در این باز تعریف. ببینید نگاه ما و فهم ما و اون منظری که تا به حال فقه دیدیم یا که احکام دیدیم یا که دین دیدیم یا حتی سنت دیدیم، این بود که در اون زنان حضور نداشتن، اما هستند، وجود دارند زنانی که میتونن که در باز تعریف، حالا من نمیفهم نامور دین بگذاریم یا این که بگیم برخی از مؤلفه های دین، شاید دقیق تر باشه، برخی از گزاره ها فهم ما بله بله در میتونه که زن حضور داشته باشه، آموزه های اخلاقی و حقوقی دین بله میتونه که در بخشی از اون باشه، البته فقهی هم بله. مرتبط به خانم هست. و برنامه که میتونیم برای او بچینیم این است که اگر که باور مایی باشه که افغانستان پتانسیل و ظرفیت ایر داره که یک کشور توسعه یافته باشه، یک جایی باشه که در روی انسان ها میتونند که به حقوق انسانی و شرعی خود دست پیدا بکنند و یک تجربه خوب از زندگی داشته باشند، یک فهم خوب از زندگی داشته باشند، یک ملاک جامعه توسعه یافته است که در او گفتگو
ای که ما منظر هم دیگه بفهمیم، دنیای هم دیگه بفهمیم و اصلا ببینیم که خب وقتی که یک مرد میگه که با نگاه کاملا حمایتگرانه به یک زن خشونت می‌ورزه، میخواد که او آسیب نبینه. ما میپرسیم، میگن که یک همسر یا یک پدر میگه که من نمیخوام که برای دخترم اتفاقی رخ بده و کاملا نگاه حمایتگرانه و عاطفی است. وقتی که اما مرد بفهمه که زن او، دختر او، همسر او، خانومی که در جامعه حضور داره، او هم میتونه بفهمه، او هم میتونه که تبعات کار خود خوره ببینه، او هم میتونه نسبت به آینده طرح داشته باشه، شاید از خلال همین گفتگوهایی که رخ میده اما منظر انسانی هم در ما شکل بگیره. چطور ما میخواییم که منظر انسانی شکل بگیره؟ باید که یک اتفاقات در اجتماع ما رخ بده، یک تغییرات در ما رخ بده. نمیشه که آقایان ما، اونهایی که دغدغه دینی دارن، بنشینن و برای زنان برنامه بریزن، برای زنان طرح بریزن و خب امون زن میگه که امون زن خودآگاه امروز افغانستان که من باور دارم بسیاری از زنان به همین خودآگاهی رسیدن، میفهمند که اونها هم انسان هستن، اونها هم درک از دین میتونن داشته باشن. وقتی که اونها نادیده گرفته شونن امیخ میتونن که مساقی از خشونت باشن. اما اگر که زمینه برای گفتگوی افراد، افرادی که دغدغه‌مند هستن ایجاد شوه، من فکر میکنم به تدریج، البته خب کاملا تدریجی و با آرامی است، میتونیم امید داشته باشیم که در آینده یک منظر منصفانه برای وضعیت زن چه در خانه و چه در اجتماع و وضعیت ما بتونیم که اولا تصویر کنیم، بعد به سمت او حرکت کنیم. بسیار سپاسگزار هستیم جناب دکتر بیانی و همینطور جناب دکتر توکلی صاحب که در این برنامه شرکت کردید. گفتگوی بسیار سودمند و مفیدی حداقل از منظر بنده شکل گرفت و امیدواریم که نظر شما بینندگان عزیز و گرامی هم همین قسم باشد و این نظرتون از طریق مثبت 964-782-255-413 حتما با ما در میان بگذارید و انتقاداتون هم با ما بگید. ما استقبال میکنیم در این برنامه. سوالی که در ذهن شما بود مطرح نشد یا پاسخی که کارشناسای محترم گفت شما را قانع نکرد، اینا را به ما میرسانید و ما انشاءالله که در فرصت دیگری باز این برنامه را در بارش گفتگو خواهیم کرد. با امیدی روزی که هیچ انسانی در معرض تبعیض و ظلم و خشونت قرار نداشته باشد، مخصوصا زنان و بانوان که در جایگاه مادر و همسر و معلم و استاد دانشگاه میتونه یکی از دو پایه محور توسعه اسلام انسانی و جامعه آرمانی و بسامان باشه. شما را در پایان این برنامه به خداوند متعال مسپارم همراه با کارشناسان محترم. خدایا رو نگهدارتون.